خب بچه ها، توی این قسمت میخوایم در رابطه با فعالیت کتاب درسیمون که در رابطه با دیالیز یا کلیه مصنوعی صحبت بکنیم. ببینیم در رابطه با دیالیز چه نکاتی رو کتاب تو اون فعالیت اشاره کرده. دقت کنیم. گفته در بعضی از افراد به دلایل مختلفی از قبیل عفونت‌ها. بچه ها تو فصل 9 در واقع کتاب پیش دانشگاهیمون و همچنین فصل 10 کتاب پیش دانشگاهی ما سم یا توکسین دیفتری رو میخونیم که در واقع آسیب کلیوی ایجاد میکرد، یا بیماری مالاریا که اونم باعث نارسایی کلیه میشد. اینجا که کتاب داره میگه عفونت، میتونیم این دوتا رو در واقع ترکیبی باش بلد باشیم. خونریزی و پیری، هر دوتا کلیه از کار میفته. در این حالت حتما به کلیه مصنوعی یا دیالیز نیازه. گفتیم یک انسان بالغ حتی اگر نیمی از یک کلیه خود را به صورت کارا داشته باشد، نیازی به دیالیز نخواهد داشت. برای انجام دیالیز ابتدا خون فرد بیمار رو به تدریج از بدنش خارج میکنن. این خون وارد دستگاه دیالیز شده و پس از تصفیه مجدداً به درون در واقع فرد بر میگرده. شکل کتاب درسی رو نگاه کنی، نکات خیلی مهمی داره. رگی که گرفته شده سیاه رگه که داره در واقع وارد دستگاه تصفیه کنندمون میشه. این ساختار خیلی ساده است. اما اگر دقت بکنین معمولا از دست غیر غالب هم میگیرن، یعنی این که دستی که فعالیتمون باهاش کمتره. چرا حالا از سیاه رگ؟ چون حجم خون داخل سیاه رگ بیشتره. اما اگر به این نکته دقت کرده باشین، سرخ رگ رو به سیاه رگ وصل کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه فشار خون داخل سرخ رگ بیشتر هست و فشار ناشی از سرخ رگ کمک به این میکنه که خون داخل سیاه رگ وارد چی بشه؟ دستگاه بشه. اگر دستگاه رو دقت کرده باشین، یه لوله پرپیچ و خمی رو میبینید که این لوله خاصیت نفوذپذیری داره یا تراواس، به این معنی که داخل خونی که داره واردش میشه و این دستگاه هم چند سیسی خون رو داره وارد میکنه، مواد زائد زیاده. اما پیرامون این لوله ما از بالا محلول دیالیز رو داریم وارد میکنیم، یعنی موادی که مفید هستن، مواد نرمال رو داریم وارد میکنیم که داخل خون وجود نداره. در نتیجه از جای زیاد وارد خون میشه. اما تو این محلول دیالیز مواد زائدی وجود نداره، اما داخل خون زیاده. پس از داخل این لوله پرپیچ و خمی که خاصیت تراوایی داره، مواد زائد از طریق انتشار چی میشه؟ خارج میشه. در نتیجه محلول دیالیز من دیگه اون پاکی و شفافیت اولیه‌شو از نظر نوع مواد سازنده نداره. پس باید چی بشه؟ خارج بشه و دوباره محلول جدید وارد بشه. به خاطر همینه که شما میبینید غشای دیالیز کننده با خاصیت تراوایی خودش داره کمک میکنه به تصفیه شدن خون، که به این کار اصطلاحاً به صورت کلی میگیم دیالیز. اما این شکلی که شما دارین از کتاب میبینید خیلی ساختار ساده ای از دیالیز هست. نکات خیلی مهمش همین رگیه که گرفته شده و علت این که در واقع ما سرخ رگ رو به سیاه رگ وصل کردیم و خاصیت تراوایی و تغییری که ما دائما در محلول دیالیز میدیم. دقت کنین، کتاب میگه طرح ساده ای از دستگاه کلیه مصنوعی و طریقه اتصال اون به بدن رو میبینیم. غشای دیالیز کننده ممکن است به صورت صفحات مسطح موازی با یکدیگر باشد، یا به صورتی باشه که تو شکل میبینیم، یعنی مارپیچی. هدف از هر دو نوع، یعنی حالا چه به صورت صفحات موازی باشه یا به صورت مارپیچی باشه، اینه که در واقع این غشای دیالیز کننده یه سطح گسترده ای رو به وجود بیاره که مواد زائد از داخل خون خارج بشه، مواد مفید و سالم وارد بشه. گفتیم ورود و خروج خون به بدن فرد بیمار از یک محل صورت میگیره. سوال پرسیدیم به نظر شما این محل کجاست؟ در جواب گفتیم در دست غیر غالب، که حالا میتونه نقاط دیگه ای هم باشه، ولی ما تو کتاب دست رو میبینیم، که گفتیم با عمل جراحی ابتدا سرخ رگ و سیاه رگ ساعد رو به هم ارتباط میدن و سپس از سیاه رگ ساعد خون رو میگیرن. سیاه رگ بچه یادتون باشه نسبت به شریان و سرخ رگ سطحی تر هم هست، پس گرفتن رگ ازش راحت تره. گفتیم چرا از سیاه رگ خون میگیریم؟ گفتیم به دو دلیل. همون موردی که اشاره کردیم، سیاه رگ سطحی تره و در دسترس تره، و از طرف دیگه ای قطر سیاه رگ از سرخ رگ
بیشتره و خون لازم رو میتونیم از اون بگیریم، یعنی خون سریعتر میتونه وارد بشه، وارد دستگاهمون بشه. گفتیم چرا سرخ رگ رو به سیاه رگ با عمل جراحی وصل میکنن؟ جواب چی گفتیم؟ گفتیم زیرا در سیاه رگ فشار خون پایینه و با این کار، یعنی اتصال سرخ رگ به سیاه رگ، باعث میشیم که فشار خون داخل سیاه رگ چی بشه؟ بالا بره، پس سریعتر وارد دستگاه میشه. اما گفتیم دستگاه دیالیز چجوری کار میکنه؟ همون موردی که روی شکل توضیح دادم و اینجا گفتیم. گفتیم هنگامی که خون فرد بیمار از لوله مارپیچی عبور میکنه، خود را با محلول دیالیز مقایسه کرده و ترکیبی مشابه اون پیدا میکنه. یعنی بر اساس پدیده انتشار، چون غلظت مواد دفعی در خون زیاده و در محلول دیالیز صفره، مواد دفعی از جایی که زیادن یعنی از خون به جایی میرن که تراکمشون چیه؟ کمتره، یعنی محلول دیالیز. پس حواست باشه، حالا الان محلول دیالیز داره مواد آلوده کننده توش زیاد میشه، پس باید تعویض بشه و به این ترتیب مواد دفعی خون دفع میشن تا خون و محلول به تعادل برسن. محلول دیالیز به سرعت در حال حرکته، یعنی دائما در حال چرخشه و مواد دفعی را دور میکنن و محلول جدید در کنار خون قرار میگیره تا باز هم مواد دفعی رو از خون بگیره. این دائما این اتفاق میفته تا اون 5 لیتر خونی که در بدن یک فرد بالغ هست به طور کامل تصفیه بشه. گفتیم اگر خون بیمار چیزی رو کم داشته باشه، مثل گلوکوز، یون، ویتامین، در این حالت بر اساس پدیده انتشار این مواد رو از محلول وارد خون میکنه. دقت کنین، الان گفتیم که توی محلول دیالیز چه اتفاقی افتاده؟ شما الان قشای دیالیز کننده رو میبینید. بچه‌ها توی خون مواد دفعی زیاده. طبیعتاً اون لوله سلوفانیمون، اون کاغذ سلوفانیمون که در واقع توی اون لوله پیچ خورده هم وجود داره، خاصیت تراوایی داره، مواد دفعی که توی خون زیاد هستن خارج میشه. وارد کجا میشه؟ وارد محلول دیالیز میشه. در نتیجه مواد در واقع دفعی زائد توی محلول دیالیز از حالت صفر به زیاد میرسه، چون داره از خون خارج میشه به این طرف وارد میشه. اما تو محلول دیالیز که مواد مفید زیاد هستن، برخلاف این طرف که مواد مفید داخل در واقع خون خیلی کمه، از محلول دیالیز بر اساس انتشار به این طرف برمیگرده. پس محلول دیالیز مواد مفیدش کم میشه اما توی خون زیاد میشه. در نتیجه اون محلول دیالیز باید در واقع چیکار کنه؟ جریان داشته باشه، یعنی مواد زائد رو ببره بیرون، دوباره تصفیه و یه محلول جدید وارد بشه. گفتیم قشای دیالیز کننده چیست؟ لوله مارپیچی است که پلیمری شبیه سلوفان بوده که خون بیمار در درون آن حرکت میکنه و به واسطه نفوذپذیری انتخابی، یعنی همون تراوایی که داره، به بعضی مواد اجازه عبور میده و به بعضی این اجازه رو نمیده، چون نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی همین مفهومه، یه سری مواد وارد بشن به یه سری این اجازه رو نده. طبیعتاً خلاصش اینه که از خون مواد زائد باید خارج بشه ولی مواد مفید باید وارد بشه. مواد مفید رو از کجا میگیره؟ از محلول میگیره. مواد مضر رو کجا میده؟ به محلول. گفتیم پروتئین های درشت و گلوبول ها درون خون باقی میمونن. اما محلول دیالیز، گفتیم محلولی است که همه چیز اون نرماله و دور لوله پیچ خورده قرار گرفته. پس به طور کلی دقت کنین، گلوکوز، نمک، ویتامین و مواد دفعی در خون فرد، گلوکوز، نمک و ویتامین ها قبل از دیالیز کمه، اما بعد از اینکه دیالیز میکنیم مقدارش چی میشه؟ نرمال میشه، چون از اون محلوله گرفته. مواد دفعی قبل از دیالیز زیاد بوده ولی بعد از اینکه دیالیز اتفاق افتاده چون کم شده به یه مقدار نرمالتر و پایینتری رسیده. اما تو محلول دیالیز گلوکوز، نمک، ویتامین و مواد ضروری که بدن انسان نیاز داره زیاده. خب طبیعتاً این مواد وارد خون میکنه، پس مقدارش چی میشه؟ کمتر میشه. مواد دفعی ما توی محلول دیالیز نداشتیم ولی چون از خون گرفته مقدارش زیاد میشه. این نکته هم ضروریه که بدونیم که کسی که دیالیز میکنه هر هفته باید 3 بار بره این کار رو انجام بده و تقریبا تو هر دفعه که میره
5 ساعت در واقع زمان میبره. یادمون باشه بیماری در واقع کسانی که دیالیز میکنن جزء بیماریهای خاص هم به حساب میاد. این نکاتیه که باید از فعالیت کتاب برداشت بکنیم. نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بچه‌ها غالبا به فعالیت‌ها دقت نمی‌کنن، در حالی که تو سنجش شما تستای خیلی زیادی از در واقع کلیه دیالیز می‌بینین. این قسمت برای ما اهمیت داره. پارسال توی کنکور سراسری 96 از کلیه مستقیم تست نیومده، پس اگر سال 97 تست مستقیم دادن باید این قسمت رو دقیق بلد باشین.